بسیت دیشمیا و شلوم حضور دوستان عزیز، پاراشای شلخلیخا که در این هفته قرائت میشه دارای چندین موضوعات متنوع است که اولین موضوع بحث در مورد جاسوسانی هست که از 12 سبتهای اسرائیل انتخاب شدن برای رفتن به اسرائیل و جاسوسی کردن. به دنبال اون موضوع بحث نساخیم و روغنی که برای قربانی استفاده می شد و خلا هست و می دونیم که 10 نفر از جاسوسان مردم رو از رفتن به اسرائیل منع می کنن و اونها رو می ترسونن، ولی 2 نفر به نام کالب و یوشوع از اسرائیل خوشگویی می کنن و به هر حال بنی اسرائیل 40 سال سرگردونی در بیابون رو هشمونا رو محکومشون میکنه و سپس مبحثی در این پارشو داریم که تقدیم قربانیه. مبحث بعدی در مورد شخصی که شبات رو خار کرده و هیزم شکن هست، این شخص هم محکوم به اعدام میشه. آخرین مبحث بحث بسیار شیرین و پرمیسوای سیسیت هست. در پایان پارشای هفته قبل شاهد برس گرفتن میریام خواهر مشه ربنو بودیم به علت لاشنارا و غیبت. البته این موضوع جاسوسان علاوه بر اینکه از سرنوشت میریام درس عبرت نگرفتن که ببینن با وجودی که میریام پیغمبره و موضوع کوچکی رو در مورد برادرش میگه تنبیه میشه، ولی اینها رفتن و بر اسرائیل سرزمین مقدس و منتخب اقاشورخو سرزمینی که هاشم خودش انتخاب کرده و اون رو علاقه بهش داره میرن دنبال اون سرزمین غیبت میکنن و لاشونهارا میگن، در نتیجه همگی تنبیه سخت شدن. جماعت اسرائیل هم محکوم شدن به 40 سال سرگردانی و افرادی که از سن 20 تا 60 سالگی بودن در بیابون فنا شدن و از بین رفتن و پاشون به اسرائیل نرسید. البته متاسفانه مردم هم با اینها هم صدا شده بودن، وگرنه اگر مخالفت میکردن این قضیه پیش نمی اومد. میفارشین سوال میکنن که آیا گناه گوساله پرستی و یا گناه جاسوسان کدوم سنگین تره؟ گناه گوساله پرستی که همون بت پرستی هم هست، در این گناه حدود 3000 نفر از جوانان اسرائیل تنبیه شدن و از بین رفتن، ولی مشه ربنو با تفیلای فراوان موفق شد که رضایت هاشم یتبارخ رو جلب کنه که جماعت اسرائیل رو ببخشه. درجه هاشم فرمود که سالختی که دواره خواه. بعد از این تاییدیه که مشه ربنو برای جماعت اسرائیل تفیلا خوند و طلب عفو و بخشش کرد، میدونیم که این چقدر عمل سختی رو مشه ربنو برای رضایت هاشم انجام داد که 30 روز تموم مشه ربنو بعد از این قضیه هنوز نمیتونست بر روی پای خودش بیسته و به خاطر ضعف و فشار به پاهاش بود. گمارا در مسخت سندرین دف قفبت میفهمه که بلا و ناراحتی به دنیا نمیاد به جز اینکه آثاری از گناه ایگل در اون وجود نداشته باشه، یعنی در هر بلایی آثاری از گناه ایگل در اون هست. در نتیجه هر یهودی باید بابت هر گونه یسوریم و دردسر و ناملایمات زندگی که در دنیا میبینه ریشه در موضوع گوساله پرستی ببینه، در اون موضوع و ببینه که این رمزی از اون هست درش، یعنی به طور غیر مستقیم با هر یسوریم و ناملایمات زندگی ما بابت اون گناه
اگل هنوز داریم تنبیه میشیم. ولی در مورد خطای جاسوسان مشرف بنو نتونست اظهار چشم رو مبنی بر بخشش جماعت اسرائیل رو جلب کنه، به علت که خیلی وشم بزرگی رو که در حق حقوشلخو انجام داده بودن، در نتیجه حقوشلخو راضی شد که در عرض 40 سال در بدری در بیابون و هر سال که حدود 15,000 نفر از جماعت اسرائیل از بین می رفتن به تنبیه خودشون برسن. در این مورد جرم اصلی بنی اسرائیل لاشونارا و غیبت بود و از طرفی هم گفتن که ما برای خودمون یک رئیس انتخاب میکنیم که به مصر برگردیم. فصل 14 پاسخ 4 است که میفرماد نیتنار روش و ناشوا مصرای ما، که این جمله رمز بت‌پرستیه، اون کلمه روش رمز بت‌پرستیه. ولی بعد از پایان پارشا اون قسمت جاسوسان تورا بحث رفتن جماعت به اسرائیل رو پیش میاره که در اونجا میسوای خلا رو انجام بدن. فصل 15 هم پاسخ 1 که میفرماد کی تاوو او ال ارس مشورت خیم. راشی در فصل 11 پاسخ 13 هم میفرماد که فقط خطای جاسوسان باعث نشد که بنی اسرائیل 40 سال در بیابون سرگردون باشن، بلکه حقشون خوب حساب خطای گوسار پرستی رو بر فرزندانش بسته بود، بلد که خطای ایگل از مغز و تخیلی آنها پا می گرفت و خطای جاسوسان به تحریک و زبان بدگذاشتن جاسوسان بود. به همین دلیل که تورا می فهمد که تیس او اعتبانوت خیم، اعتبانوت جمع یعنی من که یک آوان نبوده، دو تا آوان حداقل بوده، منظور از خطای ایگل و خطای مرگلیم هست. در این پارشا ما میسفوت نساخیم خدمتون از کردیم که داریم روغن برای قربانی هاست و حفرشت خلا داریم که دستور مربوط به خلاست. سومین میسفای مهم این پارشا میسفای سیسیته برای آقایون. ولی خزار میفهمن هر شخصی که هر گونه مثلا عبودازدارا و گرایش به بودهای مختلف رو منفور میداره و از اون دوری میکنه، همانند اینی که تمام میسوای تورا رو انجام داده. عبودازدارا امروز فقط به بودپرستی نیست، کسی که به یک موضوع خاصی بسیار توجه میکنه و اون دستورات عرفی و دینی و روحانی رو فراموش میکنه، این شخص هم داره عبودازارا میکنه. همانند پول که بعضیا برای پول آنچنان ارزش قائل هستن که دور میسفوت تورا رو خط میکشن. هر شخصی که شبات رو نگه میداره طبق هلاخوت و قوانین اون، همانند اینه که به اصطلاح تورا رو پا بر جان موده. و هر شخصی که میسفای سیسیت رو انجام میده، همانند اینی که تمام تورا رو پاورجا کرده و میسفادش رو انجام داده. این موضوع نشان دهنده تمام قسمت‌های مختلف این پارشا است که همگی همانند زنجیر به هم مرتبط هستند. میسفای آخر این پارشا یعنی درست کردن سیسیت و استفاده از اون و ارزش بسیار والایی که سیسیت داره، که تورا میفهمد که با دیدن و یادآوری اون و پوشیدن سیسیت همانند پاورجایی تمام میسفای تورا هست. ما البته میسفای تفیلین هم داریم که مربوط به روزهای معمولی هفته است و شبات و معدیم از تفیلین استفاده نمی کنیم، ولی گمارا می فهمد که پوشیدن سیسیت باعث گیرد چمعیم و داشتن ترس از هر خود شروع خوبه. ولی همونطور که میسفای تفیلین هم هست، ولی میسفای سیسیت که نشانه ترس ازش هست هر روز برای بنی اسرائیل تعیین شده. تفیلین روزهای معینی داره، هر روز نیست. در نتیجه رابطه انجام میسفای سیسید با فصل مقوششیم، یعنی اون شخص ایزوم شکن، در همینه که اگه میسفای تفیلین در شبات وجود نداره ولی میسفای سیسید هست، که بفهمیم که ما باید هر لحظه با اشمید برخ
در تماس باشیم و این مصفای سیسیت رو که برابری میکنه با تمام مصفای تورا رو ارج بداریم. همطور که تورا میفهمد به هایی الله خیم لسیسیت اوریتم تو اوز خرده میتکو مصفو داشه. راشدزاد میفهمد که کلمه سیسیت به گیمتریا و شمارش اعداد برابر است با 600. سادی 90 یود 10 تا، سادی یود این 100 تا، باز سادی و یود 100 تا و تاف 400 تا، این 600 تا. و سپس می‌دونیم که 8 نخی که مثلا دور تا دور سیسیت هست و هر نخم که 5 تا گیره می‌خوره قسمت مختلف، 5 تا و 8 تا 13 تا با 600، 613 تا که رمز 613 میسفوت تو راست. در نتیجه با درست کردن و پوشیدن سیسیت ما 613 میسفوت تو را رو یادآور میشیم. بنیش خیلی میفهمد که گره زدن بندهای سیسیت شامل 7 گره، 8 گره و 11 گره و مثلا این ستا که با هم 26 تا میشه که نام عشم هست و قسمت بعدی این به دنبال این 7 و 8 و 11 گره 13 گره داریم که عدد 13 میدیم که اخاد هست. پس اونجا شد هشم و اخاد. درجه این 26 تا اون گره اولی با 13 تا رو هم 39 تا گره هست که عدد 39 هم رمز ملاخوت شبات و انجام کارهای ممنوع شباته. درجه با نگاه کردن به بندها و گره های سیسید یادآور شمیرت شباد و نگهداری شباد میشه. هگان میلیمنا بحث خیلی جاری میفهمه که نگاه کردن به سیسید باعث شمیرت شباد هست. سیسید یادآور خطای آدام هاریشونه و وقتی که آدام هاریشون خطا کرد تو را میفهمد که هشم برای آدام و خوا لباس درست میکنه به خاطر که اینا میبینن احساس بکنن که لخت هستن. اخوش بود خوب آسال لاهیم آسال آدم اولیشتو کتنوت اور و یلبیشه که کتنوت اور رمز تفیلینه اور و آدم و ایشتو و ایت پرو علیت اینا که اینها اومدن زهر قداشون این موضوع تکی میکنی که برای خودشون سیسید درست کردن. البته تمام این جملات به صورت رمز هست در زهر قداش اومده و البته در قضیه نوخ هم رمز سیسید وجود داره. زمانی که نوخ در چادر خودش اوریان بود و غلط میزد، شم و خام او رو با پتو یعنی پدر خودشون میپوشونن و لختی و عربت پدرشون رو نگاه نمی کنن. بعد در این موضوع شم بیشتر جدیت کرد و به خاطر این مزدکی شد به پوشیدن سیسید، داشتن امتیاز سیسید. و یافت هم مزدک شد به پوشتن سیسید، اون تخلیه که برای شخصی که نیفتر میشه و از اولام میره اون رو استفاده میکنن. البته مصفاهای سیسید فراوونه، رمزهای فراوونه که بذارشم شاید در مواقع دیگر من به اونها توجهی بیشتری نشون بدم. به هر حال بارزوی شباتی بسیار خوب و خوش برای تمام دوستان، پر از سلامتی و امنیت و امیدواریم که شبات خوبی داشته باشن. شبات شلوم و برخت.